خدا رو شکر تشنگی برای خدا بخش پنجم رو ادامه میدیم میدونید عاشقان خدا در سرتاسر سر کلام خدا مشتاق خدا بودند و آذر بودند برای خدا خیلی کارها انجام بدن از جونشون بگذرن از وقتشون بگذرن از مالشون بگذرن استعداداشون رو برای خدا به کار ببرن و اقسام طریقا اونها به خدا ابراز عشق و علاقه کردند و اعلام کردند که خداوند. ما تو را دوست داریم و امیدوارم که شما هم مشتاق خداوند ملاقات او و حضور او باشید ما امروز نگاهی میاندازیم به زکا زکای باجگیر در انجیل لوقا باب یک تا ده در این ارتباط نوشته میشه که زکا مردی بود که میخواست ایسا را ببینه و آنچه را که اتفاق افتاده در لغاب باب 19 ذکر شده که میگه ایسای مسیح است که از اریها عبور میکرد و زکا میخواست او را ببینه اما افراد خیلی زیادی دور ایسا را گرفته بودند و زکا به دلیل کوتاه بودن قدش قادر نبود ایسا را ببینه در نتیجه وقتی مسیری را که ایسا داشت طی میکرد نگاه کرد اونجا درختی را دید رفت بالای درخت تا بتونه از اونجا ایسا را خوب ببینه و کلام خدا میگه وقتی عیسی اومد از اونجا بگذره نگاهی به بالای درخت انداخت و به زکا گفت زکا بی پایین بیا که میخوام به خانه تو بیام و امروز مهمان تو باشم و میگه زکا با خوشحالی عیسی را به خانه دعوت کرد و از او پذیرایی کرد و در حالی که خیلی ها همهمه و شکایت کنان میگفتند که عیسی تو خانه فرد گناهکاری رفتی زکا میگه ایستاده گفت که خدا و نصف اموال خودم رو به فقرا میبخشم و به هر کسی هم که ظلم کردم چهار برابر حاضرم برگردانم و به این طریق ایسا فرمود که نجات در این خانه ظاهر شد زیرا که این فرد نیز فرزند ابراهیم است خب زکا مشتاق عیسی مسیح بود اما مانعی وجود داشت برای دیدار عیسی خیلی وقتا شاید ما هم مشتاق مسیح باشیم اما موانعی در زندگی ما وجود داره ان و اقسام بعضیا نگران هستند اگر ایمان بیارم دچار مشکلات خواهم شد ترس مانع ایمان آوردن اونها میشه ترس مانع تسلیم اونها به ایسای مسیح میشه برای رسیدن به عیسی مسیح باید از موانع عبور کرد ترس ها رو باید به پای عیسی ریخت او خداوند پرجلالیه او شاه شاهانه او برتر از هم است برای او میارزه همه چیز را فدا کرد زکا میخواست عیسی را ببینه دوید رفت بالای درخت خب وقتی چنین کاری کرد احتمالا همه میدیدند که او کوتاست به او نیشخند میزدند مورد تمسخر واقع میشد و و و پیامدهای دیگه اما برای زکا همه اینها چندان مهم نبود یک چیز مهم بود من میخوام ایسا را ببینم و جالب اینه که عیسی وقتی رسید از اونجا عبور کنه آگاهانه به زکا نگاه کرد و گفت زکا بیا پایین میخوام امروز بیام به خانه تو وقتی ما مشتاق ایسای مسیحیم ایسای مسیح به ما توجه میکنه به ما نگاه میکنه وقتی از ما از موانع عبور میکنیم عیسی مسیح هم حاضر ما را ملاقات کنه و جلال خودش را در زندگی ما آشکار کنه پس برادر خواهر عزیز من با عبور از موانع راه را هموار میکنی تا با عیسی زنده ملاقات کنی شاگردان بعد از قیام عیسی مسیح آنها پر از غم و اندوه بودند قبل از اینکه قیام او را ببینند فقط مرگ عیسی را دیده بودند دیده بودند که عیسی جلوی چشم آنها مصلوب شد و مرد اما عیسی که زنده شده بود مشتاق ملاقات شاگردا بود کلام خدا میگه پتروس را ملاقات کرد یعقوب شاگردا را و جمع, جمع ده نفر شاگردا عیسی به ملاقات اونها رفت و جلال خودش را به اونها نشون داد اما توما در اون میان غایب بود وقتی شاگردان داشتن با هیجان از قیام عیسی مسیح زنده شدن عیسی مسیح صحبت میکردند و به تو میگفتند که خداوند برخواسته توما میگفت تا من در اون جایی که نیزه زدند که بغل عیسی و به دستهای میخزده عیسی دست, دست نزنم و اونها رو نبینم نمیتونم ایمان بیارم اما در یک شنبه بعدی عیسی وقتی توما هم در جمع شاگردا بود بین اونها ظاهر شد و به توما گفت توما بیا دست بزن ایمان داشته باش ببینید در وحله اول عیسی دنبال اینه که ایمان ما را تقویت کنه جلال و جلال خودش رو به ما اشکار کنه اما نیاز اینه که ما با ایمان با وقت با تسلیم با تشنگی با تمامی دل طالب اون باشیم و اگر چنین باشه او خود را به ما اشکار میکنه مسئله که جالب بود هیچ کس از شاگردا به عیسی نگفت که عیسی مسیح تو ما چنین چیزی را میگفت تو ما آنچه, را که در تنهایی به شاگردا گفته بود عیسی عکس العمل نشون میداد های تو ما را شنیده بود خیلی وقتا اعترافات ما هایی که ما در خفا میزنیم یا پیش مردم میگیم اینا رو خداوند میشنوه بعضیا آشکارا در حضور همه اقرار بیمانی میکنن اینا رو خدا میبینه و گاهی اوقات بعضیا شجاعانه پیش همه اقرار ایمان میکنن و این هم خدا میبینه و خدا میخواد که ایمان ما را ببینه ما از موانع عبور کنیم با اعتراف ایمان اعلام کنیم خداوند من با تمامی دل به تو ایمان دارم و با اقرار ایمان راه را باید باز کنیم برای ملاقات عیسی. عیسی زکا را ملاقات کرد و به خانه او رفت و در حالی که همه از اعمال عیسی شکایت میکردند زکا طاقت این را نداشت که ببینه به خاطر او ایسای محبوب ایسای مقدس ایسای خداوندش مورد سوال قرار بگیره در نتیجه سر پای استاد گفت نیست و انبال خودم به فقر بخشم اگه کسی مدعی در حق اشتباهی کردم چهار برابر پس میدم تا به این طریق او از خداوندش که او را زیر سوال می بردند حمایت کنه و نذاره به خاطر خودش هیچ حرفی در رابطه با ایسای مسیح حرف ناگواری گفته بشه و به این طریق عیسی مسیح اعلام کرد که نجات در این خانه ظاهر شده است او میخواد به خانه تو بیاد به خانه دل تو بیاد و جلال خودش را در زندگی تو آشکار کنه او میخواد تو را برافرازه در کنار خودش بنشونه و آنچه را که داره با تو تقسیم کنه همان گونه که دعا کرد خداوندا میخوام این شاگردان من و کسانی که مرا پیروی میکنن جایی که من هستم اونها هم باشن و جلالی که به من دادی اون جلال را ببینند و در اون شریک باشند ایسا مشتاق همه ماست و مشتاق ماست و ما باید با عبور از موانع این فرصت را ایجاد کنیم که جلال ایسا خداوند و جلال خداوند در زندگی ما کار بشه مورد دیگه ای که ما میبینیم در مرقس باب ده آیه 46 تا 52 هه. اونجا میبینیم که فرد نابینایی بارتیموس نام فریاد میزد وقتی دید ایسا از اونجا عبور میکنه در یک ترجمه میگه بارتیماوس آشوب به پا میکرد آشوب میکرد داد و بیداد میکرد و ایسا را فریاد میزد تا او را شفا بده و به این طریق مردم میگفتند که بارتیماوس اینقدر داد و بیداد نکن آروم باش و خواستند او را آروم کنند و مانع او بشند اما بارتیماوس و نابینا میدانست که این تنها فرصتیه که به او داده شده ایسای مسیح داره از ها از اون مسیر عبور میکنه و لازمه که در این فرصت را دریابه و نجات خودش شفای خودش از عیسی بگیره این بود که با تمامی دل و جان فریاد میزد داد و بیداد میکرد و عیسی را صدا میکرد و او را پسر داوودا خطاب کرده اعتراف میکرد که ایمان داره که او پادشاه ایمان داره, ایمان داره او مسیح موعوده و در مقابل این ایمان عیسی توقف کرد و بارتیماوس را خواندند به بارتیموس گفتند شاد باش خوشحال باش زیرا که عیسی تو را میخواند برادر خواهر عزیز من تو هم شاد باش عیسی تو را میخواند اگه هنوز ایمان نیاورده فرصت هست قلب تو رو به روی عیسی باز کن به او فرصت بده او به زندگی تو میاد و همه چیز را در زندگی تو متحول میکنه اما ایزان من که تسلیم ایسای مسیح هستید با طلبیدن روی او حضور میتونید از برکات او از حضور پرفیز او بیشتر و بیشتر برخوردار بشید و به این طریق عیسی را در زندگی خودتون جلال بدید وقتی بارتیماوس فرا خوانده شد او آن ردای گدایی که دست و پاشو میبست دیگه نیازی به اونها نداشت اون ردا رو به کناری انداخت و به سوی عیسی راه افتاد و وقتی نزد عیسی رسید عیسی از او سوال کرد که چه میخواهی کور چه میخواهد دو چشم بینا سوال سوالی بود که مشخص بود بارتیماوس چه میخواهد؟ اما عیسی میخواست که بارتیماوس ایمان خودش اقرار کنه آیا ایمان داره که میتونه شفا پیدا کنه و بارتیماوس با اقرار ایمان گفت که خداوندا مرا شفا بده و عیسی مسیح هم گفت بر طبق ایمانت شفا بیاد او با آنچه را که مانع بود مردم مردم مانع او میشدند داد نزن ردایی که داشت دست و پاشو گرفته بود اونا رو به کناری زد از موانع عبور کرد تا به عیسی برسه و به ایسا رسید و آنچه را که نیاز داشت دریافت کرد اینجاست که برادر خواهر عزیز من من و تو هم باید از موانع عبور کنیم تا ایسای زنده را ملاقات کنیم و او هم مشتاق ماست مانع زندگی تو با موانعی که دیگر را دارن شاید خیلی متفاوت باشد مانع هر کس به نظر خودش خیلی مشکل بزرگ سخته عبور از آن غیر ممکن دیده میشه اما همه موانع از همین ماهیت برخوردارند و خیلی شبیه هم هستند و با عبور از آن تنها راهیه که تو میتونی ایسا رو ملاقات کنی پس آنچه را که مانع راه توست آن را به کناری بزن و به سوی ایسا روان شو و آن, آن موقع است که او تو را ملاقات خواهد کرد و مثل پتروس از تو سوال خواهد کرد آیا مرا دوست داری؟ و وقتی میگی بله خداوند تو را دوست دارم از محبت عظیم عجیب و برخوردار میشی اینجاست که همه مشتاقان خداوند عاشقان خداوند برای رسیدن به خداوند ها دادند دعاها روزه ها وقف خودشون و هر کاری که لازم بود ایمان تسلیم اشتیاق همه اینا در دل داشتند و وقتی با چنین اشتیاق و عشق علاقه به خدا نزدیک شدند محبت را دریافت کردند در یک مورد مرد جوانی دوان نزد ایسا آمد و با ستایش او را ستود و از او درخواست کرد که خداوندا چه کار کنم که حیات جاودان پیدا کنم ایسای مسیح گفت که مرا استاد نیکو گفتی چرا نیکو گفتی؟ نیکو فقط خداست آیا میدانی من کیستم؟ و بعد او را نگاهی عمیق به او انداخت به او را محبت نمود و کلام خدا میگه بعد از این به او گفت که برو آنچه داری بفروش به فقرا بده و دنبال من بیا که در آسمان گنج جزی میخواهی داشت میگه اون جوان با ترش از ای سال دور شد زیر اموال بسیار داشت در واقع اون اموالش بوت او بود قلبش کاملا تسلیم او بود ایسا به همه سروتمنده این رو نمی گفت که ثروت خودتون رو ترک کنید به زکا نگفت به دیگران نگفت اما به این فرد که ثروت خودش مانع این بود که او به ایسا برسه به اون اشاره کرد و او نتونست از اون مانع عبور کنه این شعر زیبا هست که میگه رفیقان بر سه قسمن در بدانی نانی اند و زبانی و جانی نانی را نان بده از در برانش تو نوازش کن دوستان زبانی را اما دوست جانی را به دست دار جان فدایش کن تا می میدونید می خیلی ها نزدی سامیان به خاطر نیازهاشون گرفتن جواب دعا شفا و هزاران چیز اینا دوستان نانی هستند در یه مورد ایسای مسیح مجزه انجام داد پنج زار نفر پنج نان و دو ماهی را داد چند هزار نفر خوردند و در فرصت دیگه دنبال عیسی بودند عیسی گفت به خاطر آن نانی که خوردید مرا رو پیروی میکنید نه اینکه واقعا از صمیم دل به من ایمان دارید دنبال معجزات دید میخواید چیزهای خارق ببینید اینا افراد نانی هستند ما افراد نانی نباشیم بله عیسی مسیح ما را برکت میده نان و آب ما را برکت میده اموال ما را برکت میده البته که برکت میده ولی این درخواست درخواست در اولویت نباید باشه بعضی هم زبانی مثل همین جوانی که مشتاقانه اومد گفت ای ایسا ای استاد نیکو او مسیر رو میسوتود و خیلی هستند که با زبان زبان ستایش دارند اما در عمق دلشون چون ایمانی ندارند خداوند از قوم اسرائیل ایراد گرفت که به زبان خود مرا می ستایید اما قلب شما از من دوره و اینجاست که خیلی ها خدا رو زبانی دوست دارند اما عاشقان خداوند کسانی هستند که خدا رو با تمامی جان و دل دوست دارند او را نه به خاطر عطایا نه به خاطر برکت ها نه به خاطر هایی که میده بلکه به خاطر خودش به محبت عجیب خودش و وجود خودش او را دوست دارند چنین افراد مشتاقان از همه چیز عبور می کنند و جلال خدا را در زندگیشون آشکار می کنند و از جلال خدا برخوردار می شوند امیدوارم تو هم جز این جرگی از افراد باشی که خدا رو برای خودش می طلبی. البته وقتی حضور خدا میاد نیکوی او میاد برکات او میاد عظمت او میاد جواب دعاها رو همراه میاره اما برتر از همین اینها اینه که خداوند خدای خود با تمامی دل و جان و روح و نفس محبت نما و این عالی ترین و بزرگترینه با امیدوارم این محبت در قلب شما عمیقا ریشه گرفته تا بتونید با اشتیاق حضور را به و در حضور زندگی کنید و از حضور هدایت شوید و نور او را به اطرافیان بتابانید خداوند شما رو برکت بده خیلی ممنونم از توجهتون به همه بخشای این مطالبی که با شما تقسیم کردم توجه کردید پدر آسمانی عیزانم را مبارک بساز حضور تو آنها را برافرازه جلال تو در زندگی آنها آشکار بشه و محبت تو عمیقا در قلب و وجود آنها نهاده بشه تا با تمامی جان و دل تو را پیروی کنند و تو را جلال بدهند به نام عیسی مسیح خداوند آمین خداوند شما را برکت بده